اگرچه امروز در اوکراین در مناطق نزدیک به مرز لهستان ما شاهد درگیری و حمله موشکی روسیه به یک پایگاه ارتش اوکراین بودیم، اما در قسمتی در دو طرف شرق و غرب کیف هنوز آرامش برقراره. نیروهای نظامی روسی به پایتخت اوکراین نزدیک و نزدیکتر میشن، اگرچه که سرعتشون هنوز بسیار کم و بطئیه. در هر حال مردم در شهر آماده هستن برای هر نوع درگیری. شما در کوچه ها و خیابان ها میبینید که جعبه های آماده کوکتل مولوتوف در خیابان هستش، مرزبندی های درست شده خیابان ها و فریا با مدل هایی از فلز بسته شده که تانک ها به راحتی توی خیابان ها نتونن تردد بکنن. نیروهای انتظامی و نظامی و داوطلبین در سطح شهر دیده میشن، اما ماشین‌آلات سنگین نظامی رو توی شهر نمی‌بینیم. بیشتر اونها در شرق و غرب اوکراین قرار دارن که آماده رویارویی با نیروهای روسی هستند. یکی از اخباری که امروز مورد توجه مردم و رسانه‌های اوکراین بود، کشته شدن اولین خبرنگار آمریکایی در منطقه اوریم بود که در اون شرایط گفته میشه که این خبرنگار با گلوله مستقیم کشته شده و نه در انفجار یا به صورت اتفاقی. موضوع قابل توجه بود که مردم حتی از من میپرسیدن راجبش و میگفتن که آیا بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی خبرنگاران امنیت دارن یا نه، و پاسخی نستش بر اساس قانون دارن، ولی این خبرنگار با گلوله مستقیم کشته شده. خاروبار پیدا میشه، مواد غذایی پیدا میشه، بنزین وجود داره، اگرچه هر از گاهی صدایش عبور راکت ها از روی خود کیف هم میشنم. دقایق پیش من صدا را از نقطه خیلی نزدیک شنیدم، همینجور هم کلام میشنم و میبینم در فاصله نزدیک بود 20 کیلومتری هنوز صدای شلیک ها شنیده میشه. مردم در اوکراین در کیف موندن و باور دارن که باید مقاومت بکنن. اونها که زن و بچه ها بودن رفتن و کسانی که موندن به تب تصمیم دارن که تا آخرین لحظه روبروی نیروهای روسی بیستن.